سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم در مورد انتقال محورهای مختصات با هم دیگه صحبت بکنیم این بحث موقعی مطرح میشه که ما میخوایم معادله یه مقطع مخروطی رو که مرکزش روی مبدا مختصات نیست و به یه نقطه دلخواهی توی صفحه x و وای منتقل شده بنویسیم خب خیلی سریع بیایید با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم اون چهار تا مقطع مخروطی که تا حالا یاد گرفتیم معادله استانداردشون وقتی که مرکزشون تو مبدع مختصات هست به چه فرمی بودش خب اولین چیزی که یاد گرفتیم چی بود دایره بود که دایره معادلش به چه فرمی بود وقتی مرکزش مبدع مختصات بود بود x2 به علاوه y2 مساوی با r2 درسته که r شعاع دایره ما بود خب مقطع مخروطی دیگه که با هم دیگه یاد گرفتیم حالت کلی تر دایره بود که بهش میگیم بیزی بیزی اگر خاطر تو باشه دو جور معادله براش در آوردیم بسته به اینکه بیزیمون افقی یا عمودی باشه اگر بیزیمون عمودی بود معادلش به صورت x2 روی b2 به علاوه y2 روی a2 مساوی با یک بودش درسته که داشتیم a بزرگتر از b هستش پس این بیزی عمودی ما بود و برای بیزی افقی معادله به چه فرمی بود؟ بود x دو روی a دو به علاوه y روی b دو مساوی با یک که مجددا a بزرگتر از b هستش خب سومین مقطع مخروطی که یاد گرفتیم چی بود؟ سومین مقطع مخروطی سهمی بودش درسته که سهمی هم باز وقتی که مرکزش مبدا مختصات بود یا هر نقطه دلخواه دیگه که مرکز باشه دو فرم معادله براش داریم بسته به اینکه سهمیمون عمودی یا افقی هستش اگر عمودی باشه معادله به فرم x2 مساوی با 4 آوای هستش فرم استانداردش پس این یک سهمی عمودی هستش و اگر افقی باشه سهمیمون معادله به فرم y2 مساوی 4 ax هستش درسته بسیار عالی این هم پس سهمیه نمالی نه ما درست خب آخرین مقطع مخلوطی که با هم دیگه یاد گرفتیم چی بود؟ هزلولی درسته؟ هزلولی چهارمین و آخرین مقطع مخروطی ما بود که باز برای اون هم دو فرم معادله استاندارد داشتیم بسته به اینکه که عمودی یا افوقی باشه اگر حضلولیمون عمودی بود مادلش به فرم Y2 روی A2 منهای X2 روی B2 مساوی با یک بودش و اگر پس این حضلولی عمودی به بنویسیم که یادمون نره و برای حضولی افقی چی داشتیم داشتیم x دو روی آدو 2 به علاوه از میخوام منهای وای دو روی b2 مساوی با یک این هم حضولی افقی ما خب پس اینا همه فرم استاندارد مقاطع مخروطی مختلفی هستش که ما یاد گرفتیم به شرط اینکه مرکزشون کجا باشه؟ مرکزشون نقطه صفر و صفر یا مبدع مختصات باشه خب وقتی که داشتیم مقاطع مخلوطی مختلف رو با هم دیگه یاد می گرفتیم اومدیم حالتی که مرکز انتقال یافته باشه به یک نقطه دلخواه رو هم بررسی کردیم که این در حقیقت همین خلاصه بحث انتقال محورهای مختصات بود که امروز می یه خورده دقیق تر بهش نگاه کنیم خب بیاید فرض بکنیم که ما یک دستگاه مختصات اولیه داریم من اینجا محوراش رو براتون میکشم این محور وای ها و این هم محور ایکس ها خب پس فرض کنید که این محور وای و ایکس اولیه ما هست و فرض کنید که ما یک دستگاه مختصات قائم دیگه هم داریم که دقیقا به شکل همین دستگاه هستش ولی مبدعش یه مقداری انتقال یافته مثلا از میخوام خط راست براتون رسم کنم فرض میکنیم که محور وای انتقال یافتمون یک همچین جایی هستش و محور ایکس انتقال یافتمون یک همچین جایی هستش پس اسم یکی محور انتقال یافته رو بیاد بذاریم وای پریم و ایکس پریم خب حالا این محورها چقدر انتقال یافتن بیاید فرض بکنیم که این اگر مبدا اولی مبدع انتقال یافتمون باشه که اسمش رو میذاریم او پریم نسبت به مبدا اولیمون که او هستش به مقدار ایکسش به اندازه آلفا و وایش به اندازه بتا انتقال یافته خب که آلفا و بتا حالا تو این شکلی که ما کشیدیم هر دو مثبت هستن ولی در حالت کلی هم میتونن مثبت باشن و هم میتونن منفی باشن مثلا توی دستگاه نقطه که توی دستگاه انتقال یافته مختصاتش صفر و صفر هست که همون نقطه او پریم هستش اگر بخوایم مختصاتش رو توی دستگاه اولیه بنویسیم متناظر با چه نقطه میشه متناظر با نقطه آلفا و بتا میشه درسته این رابطه یه چیز کلیه یعنی همیشه ما اگر مختصات یه نقطه رو توی دستگاه x پریم و y پریم داشته باشیم و بخوایم بحث حسب x و y بنویسیمش خواهیم داشت چی x پریم مساوی هستش با x منهای آلفا یعنی هر نقطه ای مختصاتش توی دستگاه x و y رو اگر x رو پیدا بکنیم و به اندازه آلفا ازش کم کنیم مقدار x اون نقطه توی دستگاه انتقال یافته x پریم y رو به ما میده عین همون برای اینکه مقدار y همون رو توی دستگاه انتقال یافته یعنی y پریم رو پیدا بکنیم باید از y مقدار بتا کم بکنیم درسته مجددا اینجا دقت کنید که آلفا و بتا هم میتونن مثبت باشن و هم میتونن منفی باشن ما توی این شکل هر دو رو مثبت در نظر گرفتیم اما این رابطه ها کلیه چه آلفا و بتا مثبت باشن چه منفی این رابطه ای هستش که این دوتا مقدار x و وای هر نقطه ای توی صفحه رو توی دستگاه انتقال یافته بر حسب دستگاه اولیه به ما میده خب حالا فرض بکنید که توی دستگاه انتقال یافتم فرض کنید یه دایره داریم به مرکز آلفا و بتا خب مرکز دایرمون آلفا و بتا هستش توی دستگاه اولیه X و وای یعنی دایرهمون یک همچین شکلی داره سعی کنم بکشم آها خب و یه ش آرم فرض کنیم داره خب پس این نقطه او پریم فرض کنیم که مختصاتش آلفا و بتا هستش مرکز دایره مونه و آر هم شوهش حالا اگر بخوایم معادله این دایره رو بنویسیم راحت تره برای ما که توی دستگاه x و y پریم بنویسیمش درسته چون توی دستگاه x و y مرکز این دایره نقطه صفر و صفر هستش درسته بحث به حسب x پریم و y پس تو دستگاه x و y این دایره چه معادله داره معادله که داره هست x دو به علاوه وای پریم دو مساوی با آر دو خیلی راحت همین معادله استانداردی که داریمه چون تو دستگاه x پریم وای پریم مرکز دایرمون مبدا مختصاته اما تو دستگاه x و y مرکز دایره صفر و صفر نیست آلفا و بتا هستش درسته و از اینجا این دوتا معادله که داریم میتونیم به جای ایکس پریم اگر بخوایم توی دستگاه x و وای بنویسیم معادله دایرهمون رو به جای ایکس پریم میتونیم جایگذاری کنیم x منهای آلفا و به جای وای پریم وای منهای بتا پس این دوتا معادله رو اگر جایگذاری کنیم توی این فرم استاندارد به دست میاریم که معادله دایرهمون هست چی x منهای آلفا به توان دو به وای منهای بتا به توان دو مساوی با آر دو. درسته این الان معادله دایره ای هستش توی دستگاه x و وای که مرکزش نقطه آلفا و بتا هستش پس برای اینکه مرکز اون رو از صفر و صفر منتقل بکنیم به یه نقطه دلخواه آلفا و بتا خیلی راحت میایم توی معادله استاندارد و اون مقطع مخروطی که داریم به جای x جایگذاری کنیم x منهای های آلفا و به جای y جایگذاری کنیم y من های بتا. در نتیجه هر کدوم از این مقاطع مخروطی رو ما اگر بخوایم خیلی راحت میتونیم فرم انتقال یافتش رو به یه نقطه به یه مرکز دلخواه آلفا و بتا بنویسیم که برای دایره و بیزی و سهمی توی ویدیوهای قبلی این کارو کردیم و معادلات رو به دست آوردیم و دقیقا به همین فرم میشد اگر خاطرتون باشه همیشه برای اینکه انتقالش بدیم میومدیم به جای ایکسش میذاشتیم ایکس منهای آلفا و به جای وایش میذاشتیم وای منهای بتا که آلفا و بتا حالا مختصات مرکز اون مقطع مخروطی انتقالی یافتمون هست برای حزلولی هم همینطوره مثلا اگر یه حزلولی عمودی رو بخوایم بنویسیم که مرکزش نقطه آلفا و بتا باشه اون وقت معادلش به چه فرمی میشه اینجا بیاید کوچیک بر خودمون بنویسیم مرکز اون نقطه آلفا و بتا پس به جای وای باید بذاریم وای منهای بتا به توان دو روی آدو منهای x منهای آلفا به توان دو روی بی دو مساوی با یک پس این یک حضولی عمودی هستش به مرکز آلفا و بتا خب این از بحث, بحث انتقال محورهای مختصات اینم هم امروزمون تا های بعدی خداحافظ